قاسم خان! اینجا چه غلطی میکنی؟ تو باید الان رش باشی؟ مشتلاق بده قاسم خان. دوکه دو قلوزایی ده که مشتلاق بدم. اینو منشی کنسول داد تا فلفل برسنم دستتون. ای خدا، مگه مغز خرخوردی این آوردی اینجا؟ حتما خودت گفتی هر وقت تحویل گرفتم از سایی برم خدمتون. ای خدا، قسم خر بد در رفته. با کی داریم میریم سیزده بدن؟ من گفتم بیارش دونو نیزم بور. میدونه اگر اینو آصف ببینه چوب تو آستینمون میکنه. حالا بغ نکن، بگیر اینو، بگیر اینو، ببر یه جای امن که عقل جن نرسه. چشم. یه برو. چشم. برو. چیه؟ به به، ببین کی اومده؟ لافکونه قجری، گفتم صدای تلق تلق اسب داشناس، نگو خودتی. پارسال دوست، امسال آشنا، قاسم خشتی. تو کی میخوای از این یاوی گویاد دست برداری؟ قاسم خان جلو ایستاده. قاسم خان. قاسم خشتی. وایسا، وایسا، وایسا. صبر کنم اون. صبر کنم اون. مگه نگفتی آدم روونه میکنم، پیغوم میفرستم، اشرفی دست لافوندم واسه خون به های شازده؟ گفتی اینا حالیت نیست کجا ایستادی؟ نه خیلی دوست داری طلابه دار دکره گردنت حلقه بشه به جرم قتل نفس؟ برو عمو، همون اول آبی حتی گرم نمیشد. سوینم کجا بودی تو؟ چی براش بازی چست؟ اسبابی برای ضربه زدن به تقی؟ هیچی هم جلودارش نیست، هیچی. مردم اگه ساکتن مثل آتش دیل خاکستر میمونن، پچ پچه میکنن که اینا همه نقشه های شماست، همه ای ظلما رو از چش شما میبینن. مصطفی و مستشار جماعت گوشت قربونی از عروسی قاسم. بعضی از مواقع هر کاری که میکنیم میشه پنداری روزگار با سر جنگ داره. امان از روزی که آفسر بالا بره. امان. مردم اگه ساکتن الان چیزی نمیگن به خاطر اینکه گیجن، دو بشکن، نمیدونن حق با کیه، کی راست میگه کی دروغ. اگه این قائل ادامه پیدا کنه کاری دستتون میدن که کارهای روزمرتون هم نتونن انجام بدین، چه برسه به کارهای مهم. از من گفتن بود. برای اولین باره که مستأصل شدم، کاملا مستأصل، نمیدونم چه کار باید بکنم، نمیدونم چه سر و سری بین آصف و زهر ماره که هر کاری میکنین سکوت میکنه.
یحتمل تو برای شفاعت و گشودن گره از کار رعیت جماعت نیمده اینجا. چی میخوای؟ رعیت که همیشه برای ما مهمه، ولی یه خبر خوبم دارم این وسط. از گلار دختر تقی خان. چجب قاطی این همه خبر بدی خبر خوبم داری؟ کجاست؟ یه جای دور ولی مطمئن نجاش. مطمئن خودشه؟ مطمئن. آدمای من دقیقه به دقیقه ساعت به ساعت میدونن کجا میره، کجا میاد، چی میخوره، چی میپوشه، با کی میره، با کی میاد. از همه چیش با خبر. بارکلا قاسم، داره ازت خوشم میاد. به آدمات بگو سایه وار تعقیبش کنن، حتی اگر پشت کوه قافم رفت دنبالش برن. چشم. به شخصم از این مسئله چیزی نگو، چون دوباره آتیشش تون میشه. میخوام تا وقتی که طاووس الملوک اینجا برسه سایه وار دنبالش باشن. ملتفتی؟ بله، هرکی شما صلافتونید. میگم این دختره فیروزه، شما اصرار دارید اینجا بمونه؟ مرکب خوبی نیست، خوب سواری نمیده. من عاشق نهل کردن از و از در چموشم، مخصوصا اگه لگد بپرونم. خب بس نهلش رو ازش سواری بگیر، گوی و این میدون زیر زبونش حرف بکش، ببینم چه مرد حلش. بروی چهش حتما. فعلا اگه سمت قهوه خونی یا کاروانسرا رو میگیر بیا بالا. از بیه پس تا اینجا آدمیزاد ندیدم. بیا تو روی خورده با هم اختلاط میکنیم. شما هم جای سبیه نداشته من. بیا بالا. خون ناحق به این آسونیا نیست. از وقتی همین چند تا تیر و تفنگ و غنیمت گرفتیم حواسشون جمع‌تر شده. حالا هم که آدم های زهرمار بهشون اضافه شدن دیگه بدتر. فعلا به خیر و صلاح نیست باشون رو در رو بشیم. اگه حواس اونا جمع‌تر شده ما هم پخته‌تر شدیم. حالا که وقت انجام اون کار بزرگ نیست، چرا یکم خردکاری نکنیم؟ مثلا چی کار؟ میشه نقشه کشید واسه گزما و تله گذاشت و فنگاشون رو غنیمت گرفت. اون وقت اونا هم وجب به وجب جنگل رو میگردن دنبالمون، به شرطی که کار مهمتری نداشته باشن. چه کاری مهمتر از دنبال ما گشتن؟ از چپ و راست چنان دردسری براشون درست میکنیم که وقت سرخاروندن نداشته باشن. نرگس بانو، بانوی دل قاسم خان، آماده سفر شدی؟ گاهی آماده است؟ کاش میذاشتی میموندیم. این امانتی چیه که کسی نباید ببینتش؟ برات خطر نداشته باشه قاسم خان.
خیالت راحت نرگس بانو. اگه نمیخوام این امانتی رو شما ببینید، به خیر و صلاح خودتون و بچه هاست. میخوام اگر اتفاقی افتاد پای شما ها وسط نباشه. من که هر کاری که میکنم به خاطر آسایش شما هاست. اگر هم میگم از اینجا دور باشید، برای اینه که ششتونگ حواسم به کاری باشه که شروع کردم. پاشید به سوار گاری شید تا من بیام. باشید بچه. میترسم با این لحن که حرف میزنی چهار ستون بدنم به رشته میفته. یاد بیرم یای زهر مار و آصف و روبا صفتی یای صفی و دوله میفتم که خودت نقل میکردی. قاسم یه وقت خدای نکرده زبونم لال، این رایی که در پیش گرفتی باعث نشه دیدارمون به قیامت بیفته. نرگس بانو، عمر دست خداست. هر کسی یه روز میاد یه روز هم میمیره. بهتره که در راه خدا بمیره. اگرم میگم تعجیل کنید در رفتن، من وعده دارم با آقازین العابدین و کت خدا صلاح نیست وقتی اونا میان شما اینجا باشی. قاسم خان، تفنگچی ها این دختر فیروزه رو آوردن. باز از آخ نرگس خانم دارم با شما حرف میزنم. نرگس خانم رو گفت زشته آخه. میخوام برم ببینم این بار امانت ظریف تر از شیشه شما چیه که چشم من نباید به جمالش روشن بشه. جلو جماعت تفنگچی رو گفت نکن بیا برو بیم. آره بیا برو بیم چیه؟ بیا این بار میخوام ببینم چه خبره این تو. شد قرارت با کت خدا و آغاز این رو لابدین چی بوده؟ میخواستی برای قیام آصف ما هم دیگه خالو قرار بذاری؟ خیر و صلاح نبودن من توی این امارت خراب شدم معلوم شد چیه؟ آفرین، این جواب اعتمادت میدانم هم بود. نرگس جان، رد دختر تقی خانو تا نزدیک رشت دادم. این روسی ها گیر آوردم برای بویدن جستن اون. آره تو گفتی منم باور کردم. تو با اون غیرت نداشتن لاغل اون بنده تو بونه لامه سر تو یه روز صف نگرد داشتی جلوی اولاد دقیق بیابرید. بس دیگه، هر کی من چی نمیگم دهن باز نمی کنم، گندهی همش میزنی. دهن باز کن ببینم چی میخوای بگی. بعد این همه التجا و التماست، بعد اون ماجرای گلنار بکردی یادم رفته. اون توفنگچیای لامصب و بردی تو خونه من. میمایی ببینم دختر، بعد دختر از من دویی. نگاه کن گیری کی افتاده. بعد از آبروریزی اومدن توفنگچیا تو اندرونی خونه من، مگه تو صد نفر رو نفرستدی فوم خونه بدرم؟ خاک بر سر من که به تو اعتماد کردم. بشکنه این پای من که برگشتم به این خونه. هاشا به مروبتت، هاشا به غیرتت قاسم. برو بالا بایستدی جیه نگاه میکنی. برو بالا بشکنه پای من که اومدم تو این امارت خراب شده. اینجا یه روز خوش نداشتم از وقتی اومدم. را بیام دیگه. شام افتاد. Thank you.
تو فکری؟ با این اعمال و رفتاری که زهرمار در پیش گرفته، حتی با حضور گلنارم میترسیم به نتیجه مطلوب نرسیم. شازه تنها علت و انگیزه زهرمار واسه اومدن اینجا و همراهی با ما تغییر گلنارم، تغییر که فلحال باید تا موعد مهمونی حی حاضر نگرش داریم. میمون گلنار که اون تنها ریسمونیه که میشه زهرمار رو اینجا نگر داشت. ترسم اگر زهرمار به گلنار دسترسی پیدا کنه، این بازی رو مثل یک بازی موش و گربه ساده پیش نبره که اگر همچین اتفاقی بیفته تقیتاب نمیاره. شازه میدونی زهرمار از چی میترسه؟ زهرمار از این میترسه که زیر دستاش و آدماش بفهمن که وقت است. اون وقتی که حرف و کلومش پیش این نر خراب و غول تشنا برو ندارم. تو فکر کن شب برن سراغش غیبتش دانن. آخ ولی که این موضوع تا وقتی به نفع ماست که رونوشت اون مکتوب به دارالخلافه نرسیده باشه. نشون و مهره انگشتری چه خبر؟ پیدا نشون؟ پیدا کردنش کار سختیه شازده، مثل جستن سوزن تو انبار کاه میمونه. ترسم از اینه که اون آدم توی همین عمارت یک کنج نشسته باشه و به ریش ما بخنده. کاش طاووس زودتر برگرده و خودش این قائله رو ختمه به خیر کنه. بعد جوری زمین گیر شدیم سفین. اون از رونوشت که هنوز رد و نشونی ازش پیدا نشده، اینم از حامیامون که هنوز اتفاقی نیفتاده، ترسیدن و ماستاشون رو کیسه کردن و زدن زیر قول و قرارشون. سب کن با کشتن آصف الان چیزی درست نمیشه. تو رو منو میبینی؟ الان موقع این حرفا نیست. ایزا گفتن یه ریگی تو کفشته، گفتن یه کور نمیتونه سر آشپزی یه مطبخ باشه. میدونستم اگر هنوز دست و دلت با تایخانه جونو تو وردارو برو. باشه، به موقعش از طرح و نقشمو خبرت میکنم. گفتم برو. مصطفی
بالاخره دست به جمعون سواشم بارون گرفت. منم با خودتون ببرید دیگه. ای بابا تو که هنوز اینجایی که گفتم که نه. تو رو خدا. آخرین باری که یه نفر سوار کردم نسیه 3 سال پیش بود. هنوز رفته که بیاد کرایه منو بده. نه دختر جون سکه داری سوارشو نداری خدافظ شما. اگه همه آشپزیاتون با من باشه چی؟ بالاخره تو مسیر گرسنه‌تون میشه دیگه. همه غذاتون رو من میپزم. اگه از دستپختت خوشم نمیاد چی؟ خوشتون میاد. به خود شما یه بار دستپخت منو بخورید انگشتاتونم میخورید. بالاخره آدما باید یه جایی به هم اعتماد کنن دیگه. تو رو خدا به من اعتماد کنی. سوار شو. حالا نوبت تو تو حرفت رو ثابت کنی. بلدی ما یه رودخونه‌ای بپزی یا نه؟ من هر آنچه که بلدم و یاد گرفتم به کار می‌بندم. مطمئنم هستم که رو سفید بیرون میام. خدا کنه حق با تو باشه. که اگه خرابکاری کنی به جای روی سفیدت پات سیاه میشه از این همه راهی که باید پیاده برگردی. ان شاءالله که اینجور نمیشه. نشه. من میرم این اطراف یه ذره سبزی کوهی بچینم واسه اینا. شما هم یه زحمت بکش شکمشون رو خالی کن. یه آبی بهشون بگیر تا من برگردم. شما نمیخواد جای مشرف بشین. جناب همین چه سفید بود که کیسه اشرفیای منو توی چشمم زدن کف رفت. اون ساعت و اون لحظات بیشتر از این که نگران سرنوشت و وضعیت خودم باشم، دل نگران مکتوب طاووس الملوک بودم که چند ماه خان بابا و میرزا رضا مثل چشم ازشون محافظت و مراقبت کرده بودن. من داشتم با تمام خامی و جوانیم اونو به دست اغیار میرسوندم و همه طرح و نقشه اونا رو به باد میدادم و یحتمل با هویدا شدن محتویات تیره و تار اون ملفوفه مملکت رو درگیر بلوا و آشوبیان چنان میکردم. برای همین توی یک آن مصمم شدم که اگر حتی به قیمت جونم هم تموم بشه نذارم اون نامه به رویت کسی برسه. یالا یالا بجام اشکاره شلیک نکن. واقعا نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. من حالا به شما و خاندان شما بدهکارم. الان هر امری که داشته باشین در خدمتم. از اتفاقای بیرون عمارت خبر داری؟ رد طاووس و قاسم خانو زدم. طاووس؟ خب چند شب پیش خونه اربابی مطیع السلطنه مهمونی بودن. حرف و کلومشون بوی جنگ و نظامی داد. چی میگفتم مگه؟ فهمیدم که دارن ادعا ده جمع میکنن که با توپ و تفنگ برن سمت پایتخت. مهمات چجوری به دستشون میرسه؟ کی پشتشونه؟ عاملی که این توپ و تفنگ رو میفرسه روسه، ولی واسطه ماجرا قاسم خانه. کی؟
قاسم خان، قاسم خان خودمون. مطمئنی؟ آره من مطمئنم. اگه رد و پی قاسم خان رو بگیری ما میرسیم به اون محمولا. بیان بریم. من باید کار ویژه ای انجام بدم. خوشم میاد که با هوش و ذکاوتی و عاقل سری میری سر اصل مطلب. پس منم لقمه رو دور سرم نمیچرخونم و سری میرم سر اصل مطلب. خسته شدم از این بازی خرگوش و شیری که با اسماعیل راه انداختیم و نتیجه شده خوشنامی خرگوش. باید یه کاری کنیم که اسماعیل بدنام بشه، خرگوش بشه گرگ قصه. باید یه کاری بکنیم که مردم با دیدن اسماعیل هراس بیفته به دلشون و در پنجره ها رو ببندن و اسماعیل رو دار و دستش نابود بشن. ولی شازه از این به بعد هر کاری رو که من میگم بی کم و کاست انجام میدی و این یک راز میمونه بین من و تو. هیچ بنی بشری هم نباید ازش آگاه بشه، حتی صفیه دوله. وگرنه اول اون دختری زشت بدتر کیبی رو میذارمش لای گرز دیوار و سر تا پاش رو گچ میگیرم. بعدش روبروی همون دیوار از توی دیوار میسازم تا قشنگ بشینید کنار هم دل بدید و قلوه بگیرید. فهمیدی؟ بله جناب آصف، فهمیدم. مرخصی. چاوش خان، حرف و کلمه مهمی دارم. چاوش خان میشنوی؟ چاوش خان، چاوش، تو رو خدا نظر بینمون از این چیزی که از خرابتر بشه. مگه چیز سالم دیگه ای هم بینمون گذاشتی که نظرم خرابتر از این بشه؟ ها؟ به خدا اونشم وقتی که رفتم چاوش، من نمیتونم مهر محبت تو رو فراموش کنم. مهر محبت؟ اون موقع که پریشون احوالم کردی و میونه کوچیک و بزرگ این عمارت انگشت نما شدم، اون موقع هنوز مهرم به دلت بود. اون موقع به مهر محبت بینمون فکر کردی؟ به خدا مهرت به دلم نشسته. میخوام دنیا نباشه ولی یه تار مو از سر تو کم نشه. به خدا من فقط نمیخواستم تو توی این بلوش و گیر و گرفتار اعمال من بشی. به اسماعیل گفته بود که پشت پرده ماجرا خیلی جدی تر از اون چیزیه که لحظه اول به نظر میاد. خیلی جدی تر از یکینه قدیمی بین آصف و اسماعیله. اگه توپ و مهمات برسه امارت، کل مملکت هم که دست به دست هم بدن جلودار آصف و زهرمارخان نمیشن. خان بابا خیلی قبلتر این وضعیت رو پیشبینی کرده بود، اینکه آصف و طاووس الملوک برای رسیدن به اهدافشون و رسیدن آصف به پادشاهی این مملکت محروسه حتی حاضر به معامله با اغیار بر سر خاک این سرزمین بودن. توی اون اوضاع و احوال ماجرا دیگه نجات من و خان بابا و اهالی یه آبادی و یک ولایت نبود. حکایت قصه وطن فروشی این جماعت بود، حکایت حد و ثغور مرز و بوم این سرزمین کهن. زهرمارخان و محموله تفنگ و اسلحه رسید. فکر میکنم هر لحظه ممکنه یه خبط و خطای کوچیک همه ی آمال و آرزوهای ما رو به هم بریزه. دختر تقی، فعلا همه چی با ما معافیه، حتی با
باد موافق به پرچم ما میوزه. حواست باشه به زهر مارخان پیام بده، بگو همین که محموله رو تحویل گرفت یکی از اینا رو زنده نذاره. گذاش اون دوره ای که میومدید و میزدید و میکشتید و میبردید. من تو رو دوباره میبینم دختر تقی تو کاریه. تو کاریه برای گلنار اتفاقی افتاده.